دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید در ادامه آشنایمون با تصاعد هندسی تو این جلسه میخوایم محاسبه مجموع جملات یک تصاعد هندسی را حساب بکنیم فرض بکنید تصاعد هندسی از قرار آ1 آ2 آ3 آن داریم و از ما خواستن که مجموع جملات این تصاعد هندسی رو حساب کنیم مجموع جملات یعنی چی؟ مجموع جملات یک تصاعد هندسی با این جمله ما میتونیم اسمش رو بذاریم SN که برابر با آ 1 به اضافه A2 به اضافه آ 3 الا تا آن یعنی در واقع تک تک جملات با هم دیگه جمع بشن خب شاید در نظر اول محاسبه این SN به نظر پیچیده بیاد اما دوباره با یه سری بازی و ریاضی محاسبهش رو راحت میکنم من میام این SN رو یک بار در Q ضرب میکنم و دوباره مینویسم یعنی مینویسم Q SN که برابر میشه با Q ضرب در تمامی جملات این تصاد خب یه ذره از نزدیکتر نگاه میکنم میبینم که وقتی که من کیو رو ضرب بکنم در یک این, این،, عبارت این براکت چه اتفاق میافته از قراره میشه کیو آ یک به اضافه کیو آ دو به اضافه کیو آن شما الان میگیدین دقیق تر نگاه کردنت بود نه ادامه داره آ آیک که خود آیکه و ما ساده تر نمیتونیم بنویسیمش نمیتونیم تغییر دیگه ای بهش بدیم پس درجه جمله اول همون کیو آی آیک میمونه ولی آدو خودش برابر با آیک زبدر کیو پس به عبارتی به عبارتی وقتی که ما اینو بخوایم ساده تر بنویسیم میتونیم بنویسیم این جمله کیو آدو رو بنویسیم کیو زبدر آی آیک کیو که میشه آی آیک کیو دو همینجوری میتونیم ادامه بدیم برای جمله آسه بر فرض مثال آسه خودش برابر با آیک زبدر کیو به توان دو بخش من اینجا کیو رو انداختم بعد وقتی که یک کیو زبدر آسه بشه کل عبارت برابر میشه با آ کیو به توان سه و همینجوری ما میتونیم ادامه بدیم و در نهایت هم به جای کیو این که آ کیو زبدر آن، که خود آ برابر بود با آ یک زب در کیو به توان ان منهای یک کیو زب در آ میشه کیو زب در آ کیو n منهای یک که برابر میشه با آ یک زب در کیو به توان حالا اتفاقی ها که افتاده بچه ها اینه که دقت بکنید اینجا وقتی که کیو رو زب در اس ان میکنیم جملات این مجموعه تغییر میکنن جمله اول دیگه آ یک نیست در واقع جمله اول شده آ دو جمله دوم شده آسه جمله چهارم شده آ چهار الا آن به اضافه یک دقت بکنید چرا ترون تو تصاعد اول و مرگ جمله هاشو بست بدم تصاعد اول من جملاتش برابر با آ به اضافه یک آیه به اضافه آ کیو دو الا آی Qو و وقتی که من اینو زبد در یک کیو کردم اس ها در واقع آ یکمون تبدیل به آدو دو شد آ مون تبدیل به آسر شد و همین جوری جملاتمون از یه دونه یه مرتبه افزایش پیدا کردم خب حالا من میام یه کار دیگه میکنم شما من میگید که هنوز که اس رو حساب نکردی. من میام کیو سن رو منهای می میکنم مثل اینه که آ به اضافه آسه تا آن به اضافه یکو و بخشی و من و منهای اسن میکن از آ که به اضافه آ 2 تا آن این اینو ازش کم بکن خب دقت بکنید تنها تقریبا هر جمله که ما اینجا داریم فقط یه دونه به هم، همون, همون متناظرش رو توی براکت دوم داریم و اون ازش کم میشه یه خیلی جملات پیچیده ای گفتم در واقع به این صورت در آ آسه تا آن به اضافه یک منهای آ یک منهای آ دو منهای آن در واقع هر جمله ای که توی براکت اول داریم تقریبا هر جمله ای رو رو تو براکت دوم داریم درچه خونسا میشه یعنی مثلا اینجا ما آدو رو داریم و منفی آدو هم از براکت دوم حاصل میشه آسه رو داریم و منفی آسه هم اینجا از براکت دوم حاصل میشه آنو و این سمت داریم بچه ها و منفی آنو در این سمت داریم جاست اما دو تا جمله میمونن که خونسا نمیشن اگه دقت بکنید دو تا جمله دقیقا اینجا موندن که خنسا نشدن و اون جمله آن به اضافه یک و آ پس در نتیجه حاصل کیو S N منهای S N شده A N به اضافه یک منهای A یک حالا من اگر از یه S N هم فاکتور بگیرم در نتیجه S N زب در Q منهای یک به هم لازم نیست باشه پرانتز کافی برابر شده با A N به اضافه یک منهای A یک در نتیجه بچه ها S N برابر میشه با آن به اضافه یک منهای آ آی یک تقسیم بر کیو منهای یک حالا یه جور دی... این در واقع عبارت ساده ایه که ما برای محاسبه یک رابطه ساده ای که ما برای محاسبه SN به دست آوردیم میتونیم یه جور دیگه هم اینو بازنویسی بکنیم با من آن به اضافه یک رو بازش میکنم در واقع SN مون برابر میشه با آن به اضافه یک چیه بچه ها برابر با آیه کیو ان منهای آیه تقسیم بر کیو منهای یک آیه کمون آیه،, آیه کیو به توان ان من میتونم بنویسم آیه کیو به توان ان منهای یک زبدر کیو منهای آیه کل این تقسیم بر کیو منهای این. اگر دقت بکنید A1 زب در کیو این منهای یکمون جمله آخر تصاعد هندسیمونه که بعضا بهش ال میگم میگن اسمش میذاریم ال خب در نتیجه S -N مون برابر میشه با بچه ها میدونم که یه ذره شاید خسته شده باشید ولی دیگه حسابش کردیم سنمون برابر میشه با قدر نسبت تصاعد هندسیمون زب در جمله آخرش من جمله اولش تقسیم بر کیو من های یک من دور اینو خط میکشم به عنوان عبارتی که سعی کنید به خاطر بسپارید این شد نحوه محاسبه مجموع جملات یک تصاعد هندسی مرسی که تو این جلسه با من بودید دیدیم که تو این جلسه با داشتن قدر نسبت تصاعد هندسی جمله اول و جمله آخر میتونیم مجموع جملاتش رو حساب کنیم توی جلسه بعد از این مفهومی که تو این جلسه یاد گرفتیم مثال حل میکنیم فعلا خدافز